سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هامونم. تو این 10 دقیقه میخوام در مورد شاردینگ و کاربردهاش صحبت بکنم. امیدوارم که به کار بیاد. ویدیو رو میتونید از کانال شخصی من در یوتیوب اسلش هامون محمدیان پور ببینید. سایت علیحسین.ir من ویدیو رو میذارم، اونجا هم ویدیو قابل مشاهده و دانلود هستش. امیدوارم که ویدیو کاربردی باشه و ازش بتونید استفاده بکنید. اول پردازیم به طراحی یه اپلیکیشن سنتی. خب ما وقتی یه اپلیکیشن طراحی میکنیم معمولا یه دیتابیسی داره، یه بخش لاجیکال داره که حالا کدامونه و کلاینتی که عملا به کد ما وصل میشه که روی سرور قرار گرفته، کد ما هم داده هاشو از دیتابیس میگیره و نمایش میده. خب اول کار همه چی اوکی، همه چی خوبه، ما داده ها رو ورودی کاربر رو جایی که نیازه رو میگیریم، ذخیره میکنیم، رایت میکنیم تو دیتابیس، هر جایی که نیازه رید میکنیم، به کلاینت برمیگردونیم و کاربر استفاده میکنه. یه مقدار که میره جلوتر، خب تعداد کلاینت های ما بیشتر میشه. اگه اپلیکیشن موفقی داشته باشیم، اپلیکیشنی داشته باشیم که کاستومر زیاد داره، بعد از یه مدت خب تعداد کلاینت ها زیاد میشه و وقتی که زیاد میشه یه ها میبینیم که لود دیتابیس اون رفته بالا، میبینیم که لود اوریجش رفته بالا، رم زیادی داره مصرف میکنه، مثلا سی پیو خیلی درگیره، خیلی کوئری های رید زیاد شده و عملا یه دونه ماشین دیگه نمیتونه انگار جواب ما رو بده. میایم مثلا رم اضافه میکنیم، یه مقدار سی پیو اضافه میکنیم، میبینیم که دیگه اون سرور جا نداره این چیزا بشه اضافه بشه و همینطور که میگذره میبینیم که دیگه جواب نمیده، دیتابیس ما کرش میکنه، دیتابیس ما سرویس نمیده، سری کاستومرها صداشون در میاد، میگن باز نمیشه صفحه، ارور میگیریم و ما میفهمیم که دیتابیس ما مشکل داره. خب میاییم از یه تکنیک خیلی باز کلاسیک استفاده میکنیم، میایم ریپلیکیشن را میندازیم و ریدمون رو به اصطلاح اسکیل میکنیم. وقتی که ریدمون رو اسکیل میکنیم میایم یه ریپلیکیشن سنتی را میندازیم، یه دیتابیس دیگه هم میاریم، داده هامون رو از این دی بی که دی بی اصلیمون هستش یه دونه میرور ازش میگیریم یه جای دیگه و بینشون ارتباط برقرار میکنیم، یه لود بالانسر میذاریم، حالا هر چیزی میتونه باشه و از این به بعد کلاینت های ما زمانی که رید دارن با توجه به اون لود بالانسره دیتاشون از یکی از این دوتا دیتابیس ما که رو دوتا سرور هستن میگیرن و استفاده میکنن، ولی همچنان رایت ما روی یه دونه نود انجام میشه به خاطر اینکه ذات ریپلیکیشنی که ما گذاشتیم مستر اسلیو هستش و در آن واحد ما نمیتونیم چند تا مستر داشته باشیم. یه مقدار میره جلوتر ما کاربرامون همینجوری بیشتر میشن، تعداد رایت هاشون خیلی بیشتر میشه، ریدو داریم هندل میکنیم، به یه جایی میرسه که دیگه رایت رو نمیتونیم هندل بکنیم، یعنی انقدر تعداد رایت های در ثانیه‌مون زیاد میشه که اون نودی که عملا مسئول رایت کردن دیتا هستش دچار مشکل میشه و میترکه همونطور که میبینید. اینجاست که دیگه بحث شاردینگ پیش میاد، اینکه دیگه ما یه نود رو که دمرن وظیفه رایت رو داره نمیتونیم فقط مسئول رایت قرار بدیم، اینجا مجبوریم که رایتمون رو هم اسکیل بکنیم. خب اصلا کلا نو اس کیو ال ها وقتی اومدن یکی از شوهای تبلیغاتی که راه انداختن بحث اسکیل بود، یعنی چیزی که حالا آر دی بی ام اس ها توش ضعف دارن و نو اس کیو ال ها اومدن اینو خیلی روش مانور داشتن، مانور تبلیغاتی داشتن که خیلی روی این قضیه میتونن خوب کار بکنن و این مشکلات عجیب و غریب رو میتونن رفعش بکنن. شاردینگ، حالا شاردینگ چی هست؟ به چه درد میخوره؟ توی دیتابیس، حالا ترمینولوژی ها مختلفه، مثلا توی چه میدونم مانگو بهش میگیم کالکشن، توی ریلیشنال ها میگیم تیبل، توی سرچ انجین ها بهش میگیم ایندکس. در کل معنی شاردینگ تو همشون یکسانه. شاردینگ به معنی پارتیشن کردن دیتا ها توی چند تا سرور مختلفه واسه اسکیل کردن سیستم به صورت هوریزونتال. ما
تو اسلاید قبلی گفتیم که میایم رم اضافه میکنیم، میایم سی پی یو اضافه میکنیم، سرور رایتمون رو میایم هی قوی میکنیم، به اصطلاح اسکیل آپ میکنیم یا ورتیکال اسکیل میکنیم. اما میرسیم به یه جایی که دیگه آقا هارد ما به یه اندازه‌ای میتونه در ثانیه کوئری پردازش بکنه و دیگه نمیتونیم توسعش بدیم. شاردینگ میاد میگه آقا شما دیتا رو خورد کن و تبدیلش بکن به چند تا تیبل. حالا من ترمینولوژی ریلیشنالی صحبت میکنم. مثلا شما اگه تو این عکس نگاه بکنید، میگه آقا اگه شما یه تیبلی دارید که مثلا 4 تا رکورد داره، میای بر اساس آیدی این تیبل رو اسپلیت میکنی، یک و دوش رو تو یه دونه شارد رو یه دونه سرور نگه میداری، سه و چهارش رو یه دونه سرور دیگه. خب این کمک میکنه که سرعت رایت ما بره بالاتر. چطوری میره بالاتر؟ معمولا دیتابیس ها و حالا سرچ انجین حالا هرچی دو تا متد دارن واسه رایت کردن. اولا اینکه شارد، تکنیک شارد بیشتر به درد مواقعی میخوره که شما مشکل رایت دارید، نه مشکل رید. هرچند به رید هم کمک میکنه، خیلی هم کمک میکنه، اما رایت عملا باتلنک ابزارا بوده که عملا شاردینگ به وجود اومده. معمولا دوتا تکنیک دارن، یه دونه تکنیک هش هستش، یه دونه تکنیک رنج هستش. حالا توی مانگو دیبی خیلی مفصلتر در موردش صحبت کرده. یکی از تایپ های شاردینگ هشکی هستش. کار اصلی هشکی بهبود سرعت رایت ماه، ولی برای کوئری های رنج انقدی خوب نیست. یعنی چی؟ عکس رو اگه با هم ببینیم، توی تکنیک شارد بر اساس هش معمولا یه فانکشنی هستش اون وسط، داده که شما رایت میکنید یه فیلدی رو از قبل مشخص میکنید. یعنی شما مثلا تیبلی که دارید، میاد فیلد آیدی رو به عنوان شارد کیتون مشخص میکنید، یا اگر یه ابزار دیگه باشه که مثلا شما مشخص نمیکنید، خودش میاد یکی از فیلدهایی که شما همیشه ولیوش رو ست میکنید که معمولا چیز پرایمری هستش رو به عنوان هشکی شما در نظر میگیره. اون کی هر چی باشه عددش که معمولا حالا اینکریمنتاله، بالا با یه هر فرمی که هست، اونو با فانکشن خودش ازش یه هشی درست میکنه و اون هش انتهاش میشه مثلا یه عددی که اون عدده تو یکی از شاردها قرار میگیره. یعنی شما اگه مثلا 4 تا، یا تو این عکس اگر 3 تا رایت با هم انجام بدید، ایکس شما شارد کی باشه، ایکس تو هش فانکشن ما زمانی که 25 هستش بین عدد 0 تا 10 ما قرار میگیره و میره توی این چانک ما میشینه. اگر ایکسمون 26 باشه مثلا، هش فانکشن ما عددی که به دست میاره از 10 تا 20 هستش. اگر هم 27 باشه مثلا، هش فانکشن اونو یه عددی بین 20 تا حالا ماکسیموم کی که ما زمان تعریف کردن شارت مثلا تعریف کردیم مشخص میکنه. به این صورت شما رایتتون رو اسکیل میکنید و زمانی که مثلا 10 تا 20 تا رایت داشته باشید از تمام ظرفیت شارداتون استفاده میکنید. نوع دیگه ای که الان ما داریم رنج کی هستش. رنج کی معمولا یه مقدار روالش با هش مپ فرق میکنه، با هش کی فرق میکنه. توی رنج معمولا شما میای مشخص میکنی مثل قبل، میگه آقا از 0 تا 10 من مثلا توی این شارده، مثلا 10 تا 20 من توی اینه، 20 تا فلان توی اینه. من یادم مثلا تاریخ میگی 2006 توی این سرور، 2007 توی این سرور، 2009 هم مثلا توی یه دونه سرور دیگه است. خب چه اتفاقی میفته اگر شما رایتی که انجام میدید با توجه به شاردی که تعریف کردید همیشه افزایشی باشه؟ مثلا اگه ما بر اساس زمان داریم اینسرت میکنیم، مسلما همیشه رایت شما روت میشه به آخرین شاردی که دارید. چرا؟ چون شما مثلا گفتید از 2018 به بعد توی این شارد، خب و مسلما تا آخر امسال هم خب هر چی رایت میاد تو سال 2018 هستش دیگه، بنابراین همه رایت شما روت میشه به اون سرور. یا مثلا اگه آیدی اوتو اینکریمنت داشته باشید، بازی هم چه اتفاقی میفته اگه دقت بکنید. الان مثلا x 25 26 27 همه بزرگتر از 20 و همه روت میشه روی چانک C که مثلا توی شارد فلان قرار گرفته. بنابراین شما رایت رو اینجا اسکیل نمی کنید، اتفاقا شما دارید
تمام رایتتون رو میارید روی یه دونه سرور. فقط خوبی این قضیه اینجاست که زمانی که شما رنج کوئری میزنید، اون روتری که آمار شاردهای شما رو داره متوجه میشه که کدوم شاردها رو باید درگیر بکنه. به معنای دیگه اگه بخوام بگم، شما وقتی از هش استفاده میکنید و مثلا کوئری رنج میزنید، روتر که عملا وظیفه مدیریت شاردها رو داره نمیدونه این رنج تو کدوم شارده، در نتیجه کوئری رو برادکست میکنه به همه شاردها و همه شاردها به اندازه‌ای که باید درگیر باشن درگیر میشن و لود همشون رو افزایش میده. اما توی رنج دقیقاً روتر میدونه سر وقت کدوم شارد باید بره زمانی که رنج کوئری داریم و عملا فقط مثلا دوتا رنج درگیر میشن و این کمک میکنه به اینکه لود ما، رود رید ما انقدی بالا نره. در انتها اگه بخوام بحث رو ببندم، از شاردینگ استفاده نکنید مگر اینکه سیستمتون واقعا هیوی رایت شده و با اسکیل آپ دیگه جواب نمیده. شارد خیلی بحث پیچیده ایه، شاردینگ پلنش، مدیریتش فوق العاده سخته، بحثای پیچیده ای داره، بحثای شبکه ای داره، اگر نتورکتون مختل بشه داستان خواهید خورد. اگر واقعا سیستمتون رایتش کم هستش ولی مشکل رید دارید، برید سراغ تکنیکای کش، برید سراغ تکنیکای رپلیکیشن، همون صحبتی که کردیم، برید سراغ کوئری روت کردن ها. یه سری کوئری ها رو مثلا خیلی سنگینن روت میکنید به فلان نود، کوئری هایی که مثلا خیلی آنی هن و لحظه ای هن و لوکاپ کوئری هن مثلا میرن فلان نود، و اینکه بیشتر در موردش فکر بکنید، بیشتر در موردش فکر بکنید و سعی کنید پرفورمنس تیونینگ بکنید. سراغ شارت نرید. موقعی برید سراغ شارت که دیگه هیچ پلنی نیست، یعنی رایت شما واقعا دیگه یه اندازه رسید که نمیتونید کنترلش بکنید، اون وقت شارت خیلی کمک میکنه. مرسی از اینکه با من بودید. من 12 دقیقه صحبت کردم. با من میتونید در ارتباط باشید به روش‌های زیر: توییتر، لینکدین، یوتیوب و گیت. من هستم، خوشحال میشم با من در ارتباط باشید. مرسی، خداحافظ.